بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا من هو الی من احبه قریب. با تقدیم هزاران دسته گل از سلام و صلوات به روح پاک پیغمبر خوبی ها و مهربانی ها و خاندان پاک و برگزیده ایشان صلوات الله علیهم اجمعین، و همچنین عرض سلام و درود و احترام و خوش آمدگویی ویژه به محضر شما بزرگواران آغاز میکنیم. مصباح الهدای دیگر رو در محضر نگاه مهربان شما مفتخر هستم امشب هم به میزبانی شما بزرگواران و استاد ارجمند استاد رضوی در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز شامگاه شهادت مظلومانه حضرت امام حسن ابن علی المجتبی علیه السلام رو البته به روایتی به محضر شما بزرگواران تسلیت عرض بکنم و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. در چهارشنبه شبها قرار ما نشستن در محضر استاد و کارشناس محقق جناب آقای رضوی هست با مبحث مصادیق معروف و منکر. استاد رضوی بزرگوار سلام علیکم، تسلیت عرض میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به نوبت خودم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم. استاد لطف کردین با عزیزان بیننده احوال پرسی داشته باشین. میخواییم انشاءالله در ادامه مباحث گذشته و مخصوصا هفته گذشته که مباحث خرافات از مصادیق منکر را در محضر شما شروع کردیم و انشاءالله میخواییم امشب به مطالب جدیدی انشاءالله دست یابیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الهمنا کمال المعرفت بدینک. عرض سلام مجدد دارم و همه بینندگان عزیز را شامگاه شهادت مظلومانه سید جوانان اهل بهشت حضرت امام حسن مجتبی را تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما است استاد عزیز. جلسه گذشته ما مقدماتی از مبحث خرافات، بحث بسیار مهم و مطلوبه این روزهای جامعه بشری، مخصوصا جامعه مذهبی و جامعه خودمان، بالاخره در محضر شما آغاز کردیم و حضرت عالی لطف کردین و بسیار مباحث دقیق و در این حال روان و سلیس ارائه دادین. خدا خیرتون بده. ما رسیدیم به مبحث علل شیوع خرافات. اگر صلاح میدانین مقدمه داشته باشین و یا نه بخواییم انشاءالله ادامه بحث در محضر شما باشیم. برای این که یک مقداری به اهمیت مطلب پی ببریم باید قضیه را اینطور مطرح کنیم خدمت شما و همه بینندگان عزیز که حقیقتاً یکی از چیزهایی که میتونه دین را آسیب بزنه و در حقیقت میتونیم اسمش را بگذاریم یک جنگ خاموش درون دینی، مسئله خرافات. چون به این وسیله هم میشه ریشه های دین را آسیب بزنیم، هم محتوای دین را از بین ببریم، اونم به توسط کسانی که داخل دین و درون یک مذهب یا مکتب زندگی میکنه و معتقد به اعتقادات اون دینه. برای اینکه وقت دین را ما تانستیم از اون اصالتهای خودش و محتویات اصیل خودش بزداییم و اصل را خراب کنیم، حقیقتاً با خرافات و با اشاعه خرافات قضیه اتفاق میفته، دین از اون اصالت خودش میفته. بعد دیدگاه های دیگران نسبت به دین و همچنین دیدگاه های هر کسی که پیرو این دین باشه نسبت به این دین تغییر پیدا میکنه. دین را یک چیز وهمی یا خیالی یا اسطوره‌ای و افسانه‌ای قلم داد میکنه. اگر با این دیدگاه ما واقعا اون حقایق دینی را بیاییم باز کنیم و بنگریم، دیگه محتوای برای دین متاسفانه نمیمانه. لذا ما اسم خرافات را میگذاریم جنگ خاموش یا یک نوع جنگی که از درون مذهب و مکتب بر علیه مذهب و مکتب و دین و اعتقاد برمخیزه. و این همونطور که عرض کردیم عوامل بسیار مختلف داره که حالا اگر واقعا ما آسیب شناسی کنیم این قضیه را شاید جلسات متعددی نیازمند بررسی باشه.
اما چون ما در مبحث گذشته قضیه را عنوان کردیم به نام متون ناپیراسته درون دینی و یکی دو تا نمونه را عرض کردیم، حالا هم همین علل را به گونه بسیار مختصر چند تایش را خدمت شما و بینندگان عزیز اشاره میکنیم تا انشالله برسیم به مطلب بعدی. و اولین مطلبی که باید امشب عرض کنیم در قبال پیوستگی با مطلب گذشته، از عوامل بسیار خطرناک خرافات میتونن نیرنگ دشمنها یا ترویج خرافات توسط دشمنان اسلام باشه. ما میدانیم در زمانی که اسلام ظهور کرد، خب مکاتب مختلفی وجود داشت و همچنین قدرت‌های مختلفی در دامنه اسلام و پیرامون اسلام وجود داشت. همه اینها با اون چی که پیغمبر آورده بود حقیقتا مخالفت میکردن و دیدگاه نامناسبی داشتن. لذا برای این که بتونه دین را خاموشش کنه و این دین را که از طرف خداوند مطالبه حضرت پیغمبر نازل شده بود به کیفیت خاصی، چون نتونستن با جنگ های بیرونی غلبه پیدا کنه، از درون یک آسیب بزنه که آسیب جبران ناپذیر باشه. لذا عده را حالا یا خواسته یا ناخواسته گماردند برای این که ترویج خرافات در دین کنه. پس میتونیم یکی از علل قضیه را اون نیرنگ های دشمن بگذاریم که اینها با ایجاد خرافات یا با ایجاد جعل اون چیزهایی که در ادیان گذشته در مکاتب گذشته وجود داشته اینها را وارد کردن داخل اسلام و داخل معتقدات دینی ما، بگیم نیرنگ خاموش از طرف دشمنان اسلام باعث ایجاد خرافات شده در دین اسلام. در واقع استاد، دنبال کردن اهداف خاص توسط افراد خاص به منظور زدن ریشه دین. بله، این در حقیقت جنگ خاموش ایجاد کردن. بله. مثلا یکی از نمونه هایش آقای کعبول احبار، کعبول احبار ابو اسحاق کعب ابن ماتع حمیری از یهودیای یمن بود. این آقا در سال 17 قمری در زمان حکومت خلیفه ثانی مسلمان شد و بدترین چیزها را به خاطر اون اعتقاداتی که خودش داشت از یهودیت آمد در پیرامون اسلام اینها را ترویج داد. این قضیه بسیار بسیار قضیه جالب است و در کتاب‌های مختلف اهل سنت، کتاب‌های معتبر اهل سنت، البته این مطلب را خدمت عزیزان و محضر همه معتقدان به دین با حفظ اصالتشان اهل سنت و بقیه فرق، با عرض احترام به اینها عرض میکنیم که ما غرض نسبت به هیچ مکتبی هیچ مذهبی نداریم، فقط اون چیزی که در حقیقت دین آسیب زده به عنوان یکی از مثلا چیزهای به نام خرافات اینا را عرض میکنیم و خود اهل سنت در کتابهایش تشیع هم این قضیه بسیار مطرح شده. بله. خود اهل سنت آمده این مطالب را عیناً مثلا ابن حجر عسقلانی و سیوطی و حتی دارقطنی و امثال اینها دیگه دانشمندا آمده قضیه را کاملا مطرح کرده. یکی از کسانی که خب بالاخره تانست بسیار خرافات رو در دامنه دین اسلام پهن کنه آقای کعبول احبار بود. ابو ریا میگه لما قویت شوکت دولت المحمدیه و اشتد ساعدها، وقت حکومت اسلامی به قدرت رسید و پایه هایش مستحکم شد، لم یره من کانو یقفون امامها، میگه وقتی قدرت دامنه پیدا کرد ما چیزی را نمیتونستیم در برابرش به عنوان یک نیروی قوی ببینیم، چون پایه های اسلام مستحکم شده بود. الا ایکی دولها، مگر اون کیدها، مگر اون نیرنگها، مگر اون حیله هایی که مکتب ها و قدرت های باطل دیدن، به این وسیله ما میشه کاملا مکتب را مزخرفش کنیم، قاطی با خرافاتش کنیم، قاطی با اسطوره ها و افسانه هایی کنیم که این دین آسیب ناپذیر را آسیب پذیرش کنه. در واقع اصالت را از دین بگیریم. اصالت را از دین بگیریم.
لذا یکی از آقایون، آقای کعب الاحبار، آمد وارد شد در دین من طریق الحیلت والخدا، با نیرنگ. بعد خودش قلمداد کرد که من اسلام آوردم، در حالی که واقعا کعب الاحبار یکی از کسانی بود که اون معتقدات یهودی خودش را تا آخرین زمان زندگی خودش حفظ کرد. ولما کان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود فان الرهبانهم واحبارهم لم یجدوا بودا. وقتی پایه های اسلام محکم شد، ابو ریم اگه از علمای مصری معاصر و تحقیقات جالب هم کرده راجع به مسائل حدیث و علوم حدیث، میگه چون که بالاخره اینها راههایی را ندیدن که در برابر دین اسلام استادگی کنه، روحبان اینها و احبارشان، دانشمندایشان چاره‌ای نداشتن تا از راه جنگ های خاموش وارد دین شود و مزخرفات و خرافات را داخل دین اسلام کنم. بعد ایشان نام میبره من ایستعین و بالمکر، تا این که با مکر حقیقتا اون دین را خاموش کنه. کان اقبل کهان دهان و اشد هم مکرن، چند نفر نام میبره که شدیدترین انسان ها نسبت به قضیه جعل خرافات در دین اسلام بود، از جمله اینها کعب الاحبار است، یا وهب ابن منبه است، یا عبدالله ابن سلام. تصریح ایشان اینه که میگه فامتلأت التفاسیر من المنقولات عندهم، آمد تفاسیر دین اسلام را قاطی کرد با یک تعداد اوهام و خرافاتی که خود اینها به اصطلاح اینها را اعتقاد داشت. ببینید اگر ما حقیقتا در این قضیه دقت کنیم، یکی از علتهای بسیار بسیار کارساز اینها این شیوه و نیرنگ بود برای اینکه دین را بیاید چکار کنه، دین را خاموش کنه. لذا سیوطی میگه کعب الاحبار یک آدمی بود که اعتقاد داشت همه چیز در تورات مکتوبه. وقتی در تورات نوشته شده، ببینید این گوشه نمونه از نمونه های است برای خاموش کردن نور اسلام. میگه وقتی همه چیز در دین خود ما یهودیت موجود است و در تورات به عنوان وحی الهی نوشته شده، چی نیازه که خب خداوند دوباره وحی را بفرسته؟ اعتقاد ایشان اینه که میگه کعب الاحبار، سیوطی میگه آقای کعب الاحبار ایمان داشت که یک وجب از زمین نیست که در تورات از آن یاد نشده باشه. بعد حتی اینم گفت که اول تورات و آخر تورات با اون جمله های آغاز شده که دال بر وحدانیت خداوند متعال است، در حالی که ما تورات فعلی رو میبینیم دیگه، هرچی که بوده الان در دست ما موجود است. هیچ گونه قضیه راجع به توحید الهی در تورات وجود نداره. ایشان میگه در اول تورات نوشته شده الحمدلله الذی خلق السماوات والارض، آخر تورات هم است الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا، در حالی که قضیه اتخاذ ولد یکی از چیزهایی است که میگه خدا بچه داره. یکی از اعتقادات ان عزیر ابن الله، مثلا عزیر بنده خدا، یکی از معتقدات تورات است که در تورات موجوده و هزاران داستان از این قبیل که اینا همه خرافات است. ببینید این برای تطهیر اینه که ما بیاییم دین ما را در حقیقت آلوده کنیم به یک تعداد چیزهایی که در ادیان گذشته مثل یهودیت بوده. پس بنابراین وقتی این توری هرچی را ما میگیم از تورات حقیقت داره دیگه، هرچی را ما اعتقاد داریم از تورات آوردیم برای شما، شما اینو بپذیرید دیگه، نیاز به مثل قرآن، نیاز به دین اسلام و هم چیزایی نیست. با این مبنا ایشان با این اعتقاد، با این اصل پایه‌ای که ایشان معتقد بود، آمد جزو قصاص قرار گرفت. قصاص کیه؟ قصاص یک عده کسانی بود که اینها آمدن در بین مسلمان ها در محل های خاصی مثل مساجد، مثل تکایا، مثل فرض کن حالا زمان فعلی ورزشگاه ها، محل های عمومی می نشستن قصه می گفتن برای مردم. خب قصه های اینا چی بود؟ قصه های اینها درست اون اوهام و خرافاتی بود که از مکاتب گذشته مثل یهود
یا مسیحی ها یا زردشتی ها و امثال اینها گرفته شده بود، اینها بالاخره اینها را قسمه کرد. بعد یک ده کسانی که اونجا بود در پیرامونشان اینها را گوش میداد و اکثر اینها همینطور ذهن به ذهن، خاطره به خاطره قسمه شد در بین کسان دیگه، تا اینکه آمدن مکتوبش کردن، تا اینکه مکتوبش کردن و داخل کتاب های حدیث، تفسیر، تاریخ و حتی کتاب های بالاخره دینی دیگر ما اینها را آمدن به عنوان خرافات جا انداختن، تا اینکه اینا دست به دست الان رسیده به دست کسانی که الان از اینها متاسفانه سوء برداشت میکنن و اینها را در حقیقت یک تعداد اصول قرار میتن برای اینکه توجیه کنن که دین اسلام دین نعوذ بالله دین خرافات یا ذهنهای مسلمان ها را آلوده کنه به یک چیزهایی که اینا هیچ گونه واقعیت دینی متاسفانه نداره. و این یکی از شیوه هایی بود که برای ایجاد خرافات و یکی از علت هایی بود که برای ایجاد خرافات در دین اسلام تانستن اینه متاسفانه جا بندازن. من استاد یک فیدبک یا یک بازگشت بزنم به جملات اخیر شما در چند دقیقه اخیر که فرمودید جنگ خاموش یا دشمن خاموش، در واقع اینها با اسلام آوردن خودشان کعبه احرار و امثال اینها در واقع خواستن یک پوشش امنیتی برای خودشان ایجاد کنن تا اون ذهنهای بسیار فاسد و خراب خودشان از موهوماتی که در آن هست در واقع تخلیه بکنن به دین اسلام و به دل و روح مسلمانان جای دهن و نشانه هایش تا امروز بعد از 1400 سال همچنان مسلمان ها گریبانگیرش هستن و همچنان درگیر این خرافات هستن و متاسفانه این کابل احرارها بودن احبار. که احبارها بودن که در واقع ما را دچار یک نوع گمراهی البته به صورت کاملا خاموش و بی صدا کردن. و من حالا بیشتر فهمیدم که چرا شما گفتین جنگ خاموش. بله. و استاد در واقع علل شوی خرافات اگر چیز دیگه مونده ما میشنیم. بله، حالا ما همطوری که خدمتتون عرض کردم خیلی علتهای زیاد است که اگر حقیقتا ما بخوایم اینا رو شناسایی کنیم نیازمند یک جلسات متصل بالاخره چندگانه است که باید اینها بررسی شود. اما یکی از چیزهای دیگر که میتونه از علت خرافات باشه دوستی ها و حب و بغض هایی است که در ذهن مسلمان ها نسبت به مکاتب دیگر وجود داشته. مثلا همونطوری که خدمتتون عرض کردم جعل اسرائیلیات و این کلمه در ذهن ما زیاد خورده، جعل اسرائیلیات. کلمه دومی که کمتر در ذهن خورده جعل مسیحیات متاسفانه، یعنی نه تنها یهود آمد جعل خرافات کرد و اینا را تانست در بین اعتقادات دینی ما جا بندازه، بلکه مسیحی ها هم در این قضیه نقش داشتن. مثل تمیمیداری، تمیمیداری یک از کسانی است که روایت های بسیار زیادی را آمده نقل کرده. اینها به عنوان حب و بغض اون چیزی که در ذهن داشت اینا را میامد منتقل میکرد به دیگران. و یکی از نمونه هایش که متاسفانه میتونه خیلی خیلی زمینه های مذهبی تشیع را آسیب بزنه یک داستان ساختگی است که میگه یک عده آمدن نزد حضرت علی علیه السلام خدمت آقا گفتن که شما خدای مایی، ببینید شما خدای مایی، هرچی حضرت اصرار کرد که خداوند دارای صفات خاص است، صفات است که هیچ یک از بندگان اون صفات را ندارم، ما بنده از بندگان خدا و امیر المؤمنین به تعبیر مایم، من صفات خدایی ندارم. اینها اصرار داشتن این غالی ها که نه تو خدای مایی. بعد در تعبیراتی که در روایاتی که حقیقتا اسناد اینها صحیح نیست اینطوری داره که حضرت چاهای را حفر کرد، چاهای چندگانه را، این چاها را از زیر متصل کرد به هم دیگه، بعد این غالی ها را داخل این چاه ها انداخت، سر چاه را بست و آتش زد تا اینکه اینها کلن معدوم و نابود شد. ببینید این قضیه را وقتی ما میاییم به عنوان یکی از اسناد تاریخی که حتی در بین شیعه ها هم شاید بتونیم روایت های ضعیف را نسبت به این قضیه پیدا کنیم،
آدم وقتی ملاحظه میکنه به یک دیدگاه خاصی میرسه، میگه ببینید علی چقدر مرد خشنی بوده، نعوذ بالله، یا علی راه های هدایت صحیح و تربیت دینی را کاملا آشنایی نداشته، خب میتونست اینها را نصیحت کنه، میتونست اینها را زندانی کنه یک مدتی، میتونست با راه ها و شیوه هایی که حقیقت این شیوه های مطلوب باشه اینها را راهنمایی کنه و هدایتش کنه. به عنوان یک مرد خشین آمده چاهای را حفر کرده، این چاهار هم آتش روشن کرده، این قالیا را انداخته داخل متاسفانه این چاها. ببینید وقتی خرافات را میخواییم جا بندازیم با چی سیستم های خاصی و با چی راه هایی که عقل انسان تا بسیار دقت نکنه به نهفته های اینها پی نمیبره، با چی شیوه های این خرافات را داخل دین میکنن، با این شیوه میخواییم بالاخره ریشه های مذهبی را متاسفانه دارای خشونت کنه و خشونت در دین اسلام ترویج کنه، در حالی که حقیقتاً وقتی ما بررسی میکنیم در همچین روایاتی اصلا سند اینها سندهای بسیار بسیار نامستحکم و نامطمئن و نادرسته. پس لازمه که خب این حقایق دینی برای مردم بازگویی شه. اینا آمدن بیانوان این که مثلا اینها خب ببین شخصیت حضرت علی چقدر جالب بوده، شخصیت حضرت علی چقدر مهم بوده، از این راه های بسیار بسیار فنی وارد میشه، میگه علی را خدا میدانستند. یعنی ببینید در اینجا دو پهلو ضربه وارد میکنه، از این طرف میخواد بگه که آقای دیندار این دین شما اینه که یک شخصیتی مثل علی مثلا به عنوان خدا قلمداد میشه، از این طرف آسیب دیگری که میزنه ذهنها را مشوش میکنه با این خرافات، میگه که خب ببینید بالاخره این دینیه که با این کیفیت دارای خشونت شده و بالاخره دارای آمیخته به خرافات شده. استاد عزیز دو دقیقه تا میان برنامه داره. بله خدمتتون عرض کنم و ماها متاسفانه مسلمان ها هم از این تلقین ها و از این بالاخره کارها آمدیم تأثیر پذیر شدیم، یعنی اینها را قبول کردیم. ابو ریه در مورد همین توسق مسلمان ها به امثال کعب الاحبار یا ابو هریره یا وهب ابن منبه یا تمیم داری و امثال اینها میگه که خب بله اینها چون اعتقاداتشان اینطوری بود اینا را بیان میکرد و مسلمان ها هم از اینا تأثیر پذیر شدند و متاسفانه اکثر صحابت وسوقن بهی و اخذن عنه و انقیادن لهو آقای کی بوده؟ آقای ابو هریره بوده که از کعب الاحبار تأثیر پذیرفته و ای آقا آمده یک تعداد از خرافات دیگر از اونها نقل کرده و در کتاب های مستند ما مثل کتاب های بیشتر اهل سنت وجود داره و ای باعث تأسف. بسیار تشکر استاد، انشاءالله که در بخش دوم همچنان عزیزان بیننده با ما همراه باشن. بس بسیار به نقاط حساس و کلیدی رسیدن، انشاءالله که بتونیم امشب نتایج بسیار خوبی را از بحث خرافات از مصادیق منکر از محضر شما انشاءالله دریافت کنیم. انشاءالله در خدمت شما هستیم. در محضر شما بزرگواران همچنان هستیم، لحظات کوتاه میشنویم و میبینیم میان برنامه یک عزیزان همکار ما آماده کردن، همینجا منتظر شما و نگاه مهربان شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. کاروانی کوچک در صحرای سوخته و پیش می رود، صحرایی که از آسمانش مرگ می بارد و از زمینش بلا می روید. این کاروان کوچک تنها در آغوش مرگ خیمه خواهد زد و اهل آن تنها در لباس سرخ حاجی خواهند شد. از سرزمینی میگویم که سنگین ترین داغها را به دوش میکشد، از خاکی میگویم که عظیم ترین ذبیح الله را در خود جای داده است، از کربلا میگویم، از کربلا میگویم،
از سرزمینی که خاک نیست تا غبار زمان بران بنشیند، قصه نیست تا از یادها برود. قطعی از بهشت است که بر خاک نازل شده است. کربلا یک سرزمین سوخته در میان درود نیست، کربلا معبر عشق است. کربلا سرزمینی است که در خاکش 72 ستاره خونین خاکستر شده اند. کربلا سرزمینی است که خاکش رشک بهشت است و عاشورا شگفت در این فصل تاریخ است. روشن‌ترین راهی که از سال 61 هجری تا کجای زمان کشیده شده است. کربلا عمیق در این زخمی است که بر جانها نشسته است. رساترین فریادی است که در سرسرای تاریخ تنین افکنده است و اینک حسین به کربلا می آید. می آید تا یزید همه کاره دنیا نباشد. می آید تا آیین سبز محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به دست فرزندان ابو سفیان در خاک نشود. می آید تا ذوالفقار علی علیه السلام در نیام نپوسد. می آید تا پرشکوه در این حج تاریخ را به نمایش بگذارد. می آید در طواف عشق لباس سرخ شهادت بتن کند. می آید تا حج از روزمرگی بدر آید و کعبه دیگر خواب خدایگان پوشالی را نبیند. می آید تا از این پس طواف اهل دل کربلا باشد. از کربلا تا قیامت خطی ممتد کشیدند، جاده‌ای برای سفر عشق، راهی برای رفتن و رسیدن. پای در راه بگذار، می بینی که جاده خود راهبر است. کربلا سرزمین شگفتی است که تنها با دست پای قطع شده می توان به وصال رسید. اگر مرد راه باشی، تکلیف فقط با کربلا روشن می شود. راهی که تنها با پای عقیده و جهاد پیمودنی است. اینک این تو و این کربلا، در این آزمون حیرانی و در این ابتلای عظیم کجا خواهی استاد؟ در صف حسین یا یزید؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. ذکر نزول عطا یا حسن و یا حسین، علت لطف خدا یا حسن و یا حسین. تا که خدایی شوم کرب و بلایی شوم، میزنم از دل صدا یا حسن و یا حسین. عرض سلام و احترام مجدد خدمت یک و یک شما بزرگواران. همچنان نگاه مهربان شما عزیزان با برنامه خودتان مصباح الهدا هست، برنامه مناسبتی ویژه شبهای محرم و صفر از بستر رسانه شبکه جهانی تلویزیون هادی. در همین ابتدای بخش دوم اجازه میخواهم تا پل ارتباطی برنامه را اعلام بکنم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در اختیار شماست. میتونید به صورت مستقیم و شبانه روزی با برنامه های خودتان از شبکه جهانی هادی تیوی و برنامه مسوال خدا در ارتباط باشین. اگر برنامه خودتان در وقت پخش زنده نتانستین همراهی کنین، حتما در پخش های مجدد و در شبکه های مجازی مانند آپارات فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. ما را دنبال کنید و به دوستان خودتان هم پیشنهاد بدین تا برنامه های شبکه جهانی هادی را حتما دنبال کنن. یک نمبر و لطفی که عزیز با ما داشته و بالاخره سوالی داشته که سوالشان
کارشناس محترم در خصوصیشان جواب دادن. مثبت 92 310، چهار شماره آخر 12 16. عزیز دل ما از پاکستان که لطف کردن و برنامه خودشان مورد تفقد قرار دادن، از همه شما بزرگواران میخواهیم که با برنامه خودتان همچنان ارتباط تنگا تنگ داشته باشین. در بخش دوم برنامه امشب همچنان در محضر استاد و اندیشمند محقق جناب حاج آقای رضوی هستیم با ادامه بحث خرافات. استاد عزیز مجددا سلام علیکم. محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز عرض سلام مجدد دارم. استاد عزیز، علل شیوع خرافات، ظاهراً بحث ما بسیار بحث مهمی هست و همچنان ما میخواییم که از این علل شیوع خرافات بیشتر و بهتر بشناسیم و بدانیم. در خدمت شما هستیم. عرض دارم خدمتتون که همونطور که قبلا تذکر دادیم مطالبی خیلی زیاده هست که اینا نیازمند بررسیه، ولی بنده یکی از عنوانهای دیگر را به عنوان یکی از علتهای مهم خرافات خدمت شما عرض میکنم. حالا یکی دو تایی دیگر بسیار مختصر. یکی از چیزهایی که بسیار تأثیرگذار بوده سلاطین جور، حالا با تعبیر ما، یا سلاطین بوده که اینها دنبال تصاحب قدرت در اسلام بوده. حقیقتا اینها بسیار اثرگذار بوده در مسئله ترویج خرافات. کسانی هم بودند که به عنوان حمایت از اینها مطالب را داخل احادیث ما و روایات ما و معتقدات دینی ما وارد کردند که حقیقتا اینها خرافات است. یکی از نمونه هایی که بسیار جالبه در مورد داستانی که نسبت به هارون الرشید وجود داره، روایت هم ظاهرا از طریق کسیه که در نزد آقای هارون الرشید قاضی ابوالبختری آمد. چون هارون الرشید یک آدم حقیقتا لهوکاری بود، دنبال عیاشی بود، دنبال کیافی بیشتر بود، میگه دوست داشت که خیلی کبوترپرانی کنه، مثل همین کبوترپرانی هایی که حالا داریم، دوست داشت مثلا کبوتربازی کنه. ابوالبختری آمد در نزد آقای هارون الرشید، گفت از طریق ابا هریره یک روایت شده. اینجا ببینید نکته را، برای که بتونه توجه هارون الرشید را به خودش جلب کنه و معطوف ای آقا قرار بگیره، یک مقدار پول و بالاخره امکانات هم در اختیارش قرار بده، سلمله و امثال اینها، ببینید چه خوش خدمتی میکنه و جهل خرافات چگونه در اینجا وارد قضای دینی میشه. میگه ابا هریره روایت کرده که پیغمبر اسلام فرمودن لا سبق الا فی خف او حافر او جناح، مسابقه جایز نیست مگر در سه چیز، یکی در خوف است، یکی در حافره، یکی هم در جناح. جناح یعنی چیزهایی که بال میزنه مثل کبوتر. ببینید اینجا میایه با این کار خودش ابوالبختری یک خرافه را در دین ما وارد میکنه و حدیثش را هم از طریق ابا هریره این را ذکر میکنه. میگه ابو هریره گفته که پیغمبر فرمود مسابقه در سه چیز، از جمله در جناح، یعنی اونهایی که تایپس و بال دارن مثل کبوتر، جایزه. بعد اینجا تقریبا آقای هارون الرشید از این قضیه بسیار خوش آمد. وقتی خوش آمد میگه عایشه یک سال از این بنده خدا را تأمین کرد، گفت عجب حرف خوبی زدی. منتها بعد از اینکه آقا از مجلس خارج شد گفت که من میدانم این آقا و ابو هریره کذابن و دروغ میگن، لذا دستور داد گفتی کبوتر را که بازی میکردن بین زپش بیر و از بین برید. گفتن چرا؟ خب کبوتر چگونه کرده؟ آقا آمده جعل حدیث کرده، جعل خرافه کرده. گفت علتش اینه که آقا
به خاطر این ترویجی که کرد دین پیغمبر را ملعبه خودش قرار داد و دین پیغمبر را در حقیقت دروغ تلقی کرد، در حالی که همچی حدیث ما از پیغمبر نداریم. لذا ببینید، اولا این حدیث شاید وجود نداشته. ابوالبختری قاضی به عنوان یکی از کسانی که ترویج حکومت جعفر را کنه و تأیید حکومت جعفر را بکنه و بازیهای جائرانه را خوب تلقی بوده، این حدیث را آمد از کی بیان کرد؟ از ابو هریره. و شاید هم همچی چیزی باشه، چون بالاخره ابو هریره به عنوان یکی از کسانی که جز قصاص بود، ابو ریه داره میگه که قصه گویی در زمان پیغمبر، در زمان ابوبکر، در زمان عمر کلن مسدود شده بود، ممنوع شده بود. اما معاویه آمد چیکار کرد؟ معاویه آمد اینه ترویجش کرد. و یکی از کسانی را که مأمور کرد که تو قصه گو باش، ابو هریره بود. لذا ابن عساکر دمشقی شافی میگه ابو هریره تدلیس میکرد. تدلیس یک اصطلاح رجالی و اصطلاح درایه هست که میگن وقتی ما میاییم دو چیز، دو خبر از دو قضیه با هم دیگه یک جامعه کنیم، این اسمش میگذارن تدلیس. این آقا مدلس بود به این معنا که یک تعداد خبرهای را از پیغمبر آماده بود، شنیده بود، بعد اینها را قاطی میکرد با اون چی که از کعب الاحبار یهودی شنیده بود. ببینید، این آقا میایه بعضی چیزها را از یک جا میگیره، بعضی چیزها را هم از پیغمبر میگیره، برای اینکه بالاخره شیوه جا افتاده تلقی شوه، وجهه دینی برایش قلم داد میکنه. میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این قضیه را بیان کرده، در حالی که اکثر اینها جعل خرافه هاییست که در ادیان گذشته وجود داشته. و این یکی از نمونه ها و علت های جعل خرافات. مطلب دیگر اینه که یک تعدادی دوست داشتند خودشان مثلا از کسانی باشه که دین رو ترویج کنه، برای ترویج دین و جلب توجه دیگرا آمده بود، می آمدن جعل خرافات میکردن. مثلا نمونه داریم، غلام احمد ابن حنبل می آمد در بازار می نشست، اینقدر روایت از خودش بیان میکرد که قال رسول الله، قال فلان پیشوا. بعد یکی از بزرگا میگه عبدالله نهاوندی آمد پولی ازی گفت بابا این همه حدیث تو از کجا پیدا میکنی؟ این همه حدیث رو که ما اصلا نشنیدیم. بعد میگه این غلام احمد میگه که بله، من برای که فکر عامه را و توجه عامه را به دین جلب کنم این احادیث را خودم میگم. البته این نکته را داشته باشیم که دوستان اهل سنت و برادران اهل سنت ما متاسفانه لغزشگاه های خیلی زیادی در قضیه جعل خرافات داره. در روایات میگن که زیاد کردن یا کم کردن روایت اشکال نداره. البته این مسئله اختلافیه بین اینها. بعضی هایشون میگه جایز نیست، بعضی هایشون میگه کم کردن جایز، زیاد کردن اشکال نداره. ولی یک متممی دارن میگن که اگر غرض های دینی باشه اشکال نداره که آدم روایت رو کم کنه یا زیاد کنه. خب با این که مضمون این کار حقیقتا به دین آسیب میرسونه، شاید معصوم پیشوا پیغمبر یا ائمه یک غرضی داشته که با کم کردن یک کلمه از روایت یا زیاد کردن یک کلمه از روایت جعل اصول بسیار بسیار بدی در دین شوه، و این کار جایزی نیست. لذا برادران تشیع ما، مکتب تشیع و مذهب تشیع همچی کار را اصلا جایز نمیشمارن، اما اونا متاسفانه این کار را میکردن و به توسط این کار متاسفانه جعل خرافات ها یا وارد کردن مطالب افسانه‌ای، اسطوره‌ای و مطالبی که اینها حقیقتا از دین نبود در دین داخل میشد و کم کم این احادیثی که مثلا جعل خرافه کرده بود، روایاتی که جعل خرافه کرده بود، معتقداتی که در حقیقت غیر از خرافات چیزی دیگر نبود، آمد دامنش گسترش پیدا کرد. کسان آبادن قلم به دست، اونهایی که در ذهنها بود یا در کتابتها بود، جمع جورش کردن، وارد کتابها کردن که الان متاسفانه در تفاسیر تاریخ و
کتاب‌های مختلف ما اینها وجود داره و مخصوصا این نکته به عنوان متمم ذکر کنم که در بین اهل سنت متاسفانه خیلی زیاد این قضیه وجود داره. به خاطر این مطلب هم است که عده‌ای مثل ابن حجر و امثال اینها آمدن یک تعداد کتاب‌های را تدوین کردن برای شناسایی روایت‌های درست از نادرست، ولی چون زیاد هست این کار دیگه تقریبا بسیار بسیار متاسفانه کم اتفاق میفته که همه اینها پاکسازی شد و همه اینها آشنایی پیدا شد امروش. ولی نکته که باز هم ذکر کنم متاسفانه در بین اهل سنتی قضیه هست، اما الحمدلله در مکتب تشیع به خاطر اون اهتمامی که ائمه دین داشتند در طول مثلا 250 سال نظارت ائمه و پاکسازی روایت های ما، بسیار بسیار به روایت هایی که اینها ضعف داشته باشن مثلا جعل خرافات کنه و اون آسیب های خرافی و انگاره های خرافی رو داخل دین ما حقیقتا وارد کنه، در مذهب ما وارد کنه، بسیار کم اتفاق افتاده. نمیگیم نیست، میگیم کمه. و ای به خاطر اون توجه بوده که ائمه علیهم السلام نسبت به حفظ آثار پیغمبر و آثار خودشون داشتن. بسیار تشکر استاد ارجمند. شاید سوالی که ذهن من را درگیر کرده بود و شما پیش و پیش جواب دادین همین بود که آیا تفاوتی هم هست بین مذاهب مختلف اسلامی در خرافه گرایی یا نه، که شما تا حدودی جواب دادین. اگر چیزی هم مانده من میخوام در واقع این تفاوت‌ها رو ببینم در نگاه‌های مختلفی که از مذاهب مختلف اسلامی هست در بحث خرافه‌گرایی. و هرچند که شما از اول بحث امشب سعی کردید که در خلال مباحث خودتان از پیامدهای بنیادین بحث خرافه‌گرایی هم فرمایشاتی داشته باشین، باز هم ما می‌خواهیم که باز هم متذکر شوین که در زندگی ما مسلمانان، در بحث زندگی اجتماعی و خصوصی و خانوادگی ما چی پیامدهایی داره بحث خرافه گرایی. متاسفانه باز هم مطلب چون خیلی زیاد است به عنوان تقریبا تتر و فهرست اشاره به نکات میکنم که اینها از پیامدهای ناگزیر خرافات در جامعه فعلی ماست. یکی از اینها هدر دادن فرصت هاست. شما ببینید الان دنبال تعویض‌هایی که حقیقت نداره، یا دنبال مثلا رمالی هایی که حقیقت نداره، یا دنبال مثلا شویست ها و شستنی هایی که الان حقیقت نداره، مردم چقدر سرگردانه دنبال این دعا نویس، در حالی که دعا نویس هیچ گونه ماهیت شرعی برایش وجود نداره. متاسفانه آقا خودش جهل داره، چیزی را نمیفهمه، فقط برای اینکه متاسفانه استحمار کنه دیگران را، یک دکان برای خودش باز کرده و کسانی هم دنبال خودش مکشیدن بشه. و این بدترین فرصت ها را بالاخره از دست انسان، خوبترین فرصت ها را از دست انسان میبره. استحمار جنسی و اقتصادی، شما ببینید ما یادم هست خودم به یکی از دوستانی که حالا به رحمت خدا رفت، خدا رحمت، یا آقا تعویض نویسی میکرد، 50 تا 60 تا آدم را در خانه خودش، در اتاق خودش جمع جور اینجا اونجا نشسته بود، یک سردرد بود، یک پادرد بود، یک دلدرد بود، یک جگردرد بود، یکی بالاخره مشکلات خاصی داشت، دعا را میخواند، امیتوری پوف میکرد طرف همه اینها. بعد که قضیه تمام بشد میگفت الحمدلله همه تان شفا پیدا کردید، بر شفا پیدا میکرد، از پولهای کلان اینها استفاده میکرد. خب ما میبینیم به خاطر همین مسائل جعل خرافات و خرافاتی که زدودن خرافات در جامعه وجود داره، چقدر آسیب‌های جنسی به مردم وارد میشه که متاسفانه ناگفتنی، هدر رفتن اقتصاد، آثار غیر قابل جبران طبی و بهداشتی. ببینید مثلا اون نمونه را که خدمت شما عرض کردم که خب الا ماشاءالله هم وجود داره، با پست گرگ، خب پوست گرگ مثلا، یا با بول شتر، یا حتی با بول انسان میاین کتابت دعا میکنند و تعویض مینویسند. خب این آثار غیر قابل جبران در حقیقت بهداشتی و طبی داره. تلبیس حق و باطل، خب ما از کجا میفهمیم با این دکانهایی که باز شده کدام از اینا حقیقت داره و حقیقتا دعاهایی که مینویسه اون دعاهای مطلوب شرعی است؟
تعویض‌هایی که داده میشه تعویض‌هایی است که حقیقتاً اینها به عنوان یک چیز شرعی و دعای شرعی. ما انکار دعا را نمیکنیم، انکار چشم زخم را نمیکنیم، اینا همهش مستندات دینی و شرعی و قرآنی داره و حقیقت هم داره، اونطور که نسبت به پیغمبر این قضیه اتفاق افتاد، چشم زخمی که خورده بود که آیه و ای یکاد نازل شد برای دفع چشم زخم و همچین موارد دیگر. اما آیا حقیقتاً این آقایی که مثلا این کار را میکنه ظرافت اینه داره، قابلیت اینه داره، اون علم و دانش را که حقیقتاً در این مورد این دعا کاربرد داره داره، که حقیقتاً الان متاسفانه هیچ کسی نیست، اون معرفت لازم نیست. بله، لذا ناکارایی ملی، دینی و حتی سیاسی راجع به پیامدهای خرافات انسان میتونه بالاخره مطالب را بگه. حالا دیگه در سیاست را باز نکنیم، تحزب و امثال اینها که اکثر متاسفانه شونیزم رو باش پیدا کرده و تبعیضها و نمیدونم امثال اینها، خیلی وارد اون باب نمیشیم. یکی از آثار خرافات هایی که در جامعه ما متاسفانه وجود پیدا کرده و فساد افراد جامعه، اگه در ما ببینیم با این کیفیت، با این خرافات هایی که وجود داره، از دین بیگانه میکنیم و اینها را فاسد قلمداد میکنیم و فاسد میکنیم با این کار ما. چون وقتی بنای تعقل مخصوصا در عصر فعلی ما باز میشه، عقل های کارآمد درش باز میشه، دیگه اون فکرهای خرافی، فکرهایی که به عنوان افسانه هست درش مسدود میشه. آدمای حالا خیلی زرنگ شدن، آدمای حالا خیلی هوشیار شدن، آدمای حالا تشخیص حق را از باطل تا حدود پیدا کردن و اونم با بالاخره مبانی دینی، با فضای مجازی و با گسترش اون رسانه هایی که الان موجود هست. آدم خیلی زود میفهمه این مطلبی که هست بالاخره باطله یا باطل نیست. اگر ما یک تعداد چیزهای را به دین نسبت بدیم که اینها ناروا هست و فاسد هست، متوجه بشن و مخصوصا بیگانه های خارج از دین از این قضیه سوء استفاده ها میکنن و کردن. اسلام ستیزی و اسلام گریزی و نمیدونم خشونت در اسلام و بودن خرافات در اسلام و امثال اینها که خب دیگه همه ما متاسفانه وارد این وادی هستیم و میبینیم و موجوده که اینها از پیامدهای فعلی خرافات در جامعه فعلی ماست. استاد عزیز، متاسفانه فرصت رسانه برنامه ما 2 دقیقه بیشتر نمانده و ما میخواییم در همین 2 دقیقه از شما نهایت استفاده رو ببریم و سوال آخر ما که راهکارهای مقابله با خرافه‌گرایی رو به صورت خیلی خلاصه و تتروار عنوان بفرمایید. بله، خدمت شما عرض کنم که بنده میخواستم راجع به یک تعداد خرافات های دینی مثل خواب و امثال اینها هست و خواب و بالاخره استخاره و مسائل مهدویت و روزه های ما تذکرات رو عرض کنم، ولی چون فرصت نیست دیگه همینطوری فهرستوار خارج میشیم و اشاره هم بکنم به نکاتی که حقیقتا ما میتونیم از اینها برای دوری از خرافات استفاده کنیم. یکی از اینها پرهیز از دونخیردی و استحکام عقل، عقل پروری، عقلی که دین بالاخره اون تأیید کرده. قرآن عظیم الشأن ما میگه کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبر آیاتی و لیتذکر اولو الالباب. ببینید آیه خیلی زیبایه و خیلی نکته های دقیق داره، میگه برای تذکر کسان آمده که اینا صاحبان خرد و صاحبان عقل. ای قرآن، ای تأیید حکم عقل، منتها مبانی عقلی که مؤید به احکام دینی و مؤیدات دینی باشه. این یکی از نکته هایی که حقیقتا ما را بسیار بسیار راهنمایی میکنه برای رسیدن به حقایق دینی و دوری از خرافات. نمونه هایش هم تحدی های قرآنی که خب دلیل های عقلی داره. دوری از علم گریزی یکی از چیزهایی که حقیقتا ما را کمک میکنه برای خرافات زدایی اینه که علم را به کار ببریم. بالاخره اندیشه علمی زنده شود در جوامع اسلامی، همونطور که قرآن و امثال اینها آمده این قضیه را تأیید کرده. شما ببینید در آیات اگر دقت کنیم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون،
خب یک از کاربردهای علم اینه که افسانه ها رو از حقایق جدا کنه. پس ما میتونیم از علم استفاده کنیم برای ترویج حقایق دینی و زدودن خرافات، پرهیز از تمایلات شخصی. و آخرین نکته ای که بنده به عنوان متمم این بحث کاملا عرض میکنم، حفظ ولایت ائمه و رهنمودهای دینی امامان معصومه، که حقیقتا اگر ما با اون حقایقش و اصولش توجه کنیم ما را از خرافات دور میکنه. بالاخره حضرت امام حسن عسکری به ابو نواس فرمودند همان ولایتی که شیعیان از ما در دل دارند حرز و حس نشان است. چقدر زیبایه. آنها در لجه دریاها و یا وسط بیابانهای بیکران و حتی اگر در بین درندگان و گرگان و دشمنان جنی و انسی برسند، اگر ولایت ما را داشته باشند در امانند. بسیار تشکر استاد. وقت ما به پایان رسید و ما میدانیم که شما بالاخره مطالب بسیار زیادی داشتین که امشب ما استفاده ببریم، ولی متاسفانه فرصت رسانه اجازه نداد که ما بیشتر از این در خدمت شما باشیم. از شما خداحافظی میکنم. لطف دارید شما، خداحافظ. آنچه که ما را به ادامه راه امیدوار میکنه نگاه مهربان و منتقد شما بزرگواران هست، آن را از ما لطف کنید و نگیرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.